درودها و سلام های بسیار گرم به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز 26 فروردین 1403 برابر با 14 مارس 2024. من مهناز غزلو با برنامه دیگر از نگرش با شما همراه هستم. امروز با مهمانان عزیز میخواییم به این مسئله بپردازیم که چرا در حالی که ایران در شرایط بسیار بحرانی و وخیمی قرار داره و به احتمال قوی بسیاری از شما شب گذشته تا نیمه های شب نخوابیدید و مسئله حمله و موشکباران ایران رو به اسرائیل دنبال کردید، چرا خامنه ای و جمهوری اسلامی و بیت رهبری قصد داره که انتقام سخت رو از زنان بگیره. بررسی این ماجرا رو با مهمانان عزیز خانم ماه منیر رحیمی، روزنامه نگار نویسنده از آمریکا، و خانم هرمین هوراد، دانش آموخته فلسفه سیاسی و مطالعات جنسیت از سوئد، و خانم بهاره زمانی، دانش آموخته علوم سیاسی از انگلیس دنبال خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به مهمانان عزیز این برنامه برگردم، گزارش رو با هم میبینیم. زنان به درازنای تاریخ نظام مرد سالاری به فهم تبعیض و درهم تنیدگی ستم جنسی جنسیتی رسیده و همواره مشعل مبارزه را به نسلهای پس از خود سپردند، چونانچه از دایره المعارف لاروس و نقشهای بر جای مانده در اسپارته و کتاب‌های تاریخی و بسیار شواهد و مستندات دیگر برمی‌آید، سیستم پاتریاتیک همواره مترصد آن بوده که زنان را محدود و از آموزش و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم کرده و همچون ابژه جنسی از او بهره گیرد. مبارزه زنان علیه پوشش اجباری و در برابر احکام رهبران مذهبی از دوران ما قبل رنسانس و نیز اعماق تاریک باورهای دینی و آیینی آغاز شده، از طاهره قرة‌العین در برابر تعصبات شیخیه، بی بی خانوم اثرآبادی و رساله معایب الرجال و نقد اعتقادات و پراتیک مذهبی و فرهنگی پدرسالارانه، صدیقه دولت‌آبادی، افتخار السلطنه، تاج السلطنه، شمس الملوک جواهر کلام، توبا آزموده و بیشمار زنان پیشرو و تاب و شکن، تا به امروز که عصیان و بیداری زنان این عصر، حکومت‌های مذهبی چون جمهوری اسلامی ولایت فقیه، طالبان، داعش و امثال آنها را سخت به چالش کشیدند. بیش از 4 دهه است که حکومت ولایت فقیه مسئله حجاب را برای خود تبدیل به امری حیثیتی کرده و زنان همچنان در ابعاد اجتماعی، نگاه عرفی و سنتی، بعد قانونی و سیاسی برای پوشش اختیاری می‌جنگند و با احکام طولانی مدت زندان، شکنجه و حبس مواجهند. خب این قضیه حجاب رو باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره، بایستی مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشون عمل کنن. خود بانوان ما بیش از همه تو این زمینه مسئولیت دارن، رعایت کنن جنبه حجاب اسلامی رو. علی خامنه ای در روزهای گذشته در دیدار با مقامات نظامی حکومتی باز هم زنان ایران را مورد خطاب و عتاب قرار داد که حجاب اسلامی هم از نظر شرعی و هم قانونی اجباری است و با خط و نشان کشیدن علیه آنان از نهادهای مختلف حکومتی خواست تا فضا را علیه زنان هرچه امنیتی تر کنند. به نظر می آید علی خامنه ای در سال نو قصد دارد بر انتقام سخت بر زنان متمرکز شود تا حل بحران‌هایی که کشور را در وضعیتی اسفناک، خطرناک و ناپایدار قرار داده. این در حالی است که در فراز و فرود جنبش‌های اعتراضی، ذهنیت جامعه آموخته که دیگر جایی برای مفهوم ترس نیست. جمهوری اسلامی در حوزه تحمیل حجاب شکست خورده و 45 سال تجربه زیست با فقه افراطی و زن‌ستیزانه مردم را به این واقعیت روشن رسانده که دین باید از حکومت جدا شود. ترس فرو ریخته جامعه به ویژه زنان خواهان اسلام سیاسی نیست،
و سرکوب قادر نیست جنبش زنان را خاموش کند. گزارش رو با هم دیدیم. ضمن سلام و خوش آمدگویی به مهمانان عزیز این برنامه، از خانم ماه منیر رحیمی سوالات رو آغاز میکنم. خانم رحیمی، ضمن خوش آمدگویی به شما، علی خامنه‌ای در هفته گذشته در دیدار با مقامات حکومتی و نظامی مخالفت با حجاب اجباری رو برنامه، یعنی عین واژه‌هایی که به کار برده، برنامه بیگانگان خواند و ادعا کرد که حجاب هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی به لحاظ فقهی اجباریه، یعنی باید رعایت بشه. حتی از نهادهای حکومتی خواست که برای مقابله با اون بسیار شدید اقدام بکنن. و به نظر میاد که خامنه‌ای در سال جدید قصد داره که از زنان انتقام سخت بگیره، در حالی که میبینیم کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار داره، بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره. ارزیابی شما از مواضع علی خامنه چیست؟ آیا دوچار چه جور توهمی است ایشون؟ بهترین لغت رو استفاده کردیم، توهم. به نام زن، زندگی، آزادی. درود بر همه کسانی که صدای ما رو میشنون و با امید آزادی ایران و صلح جهانی. اجازه بدید من صحبت رو با این شروع کنم که گمانش خطا بود و تدبیر سست، که در عدل بود آنچه در ظلم جست. یکی بر سر شاخ بن می برید. این رویه 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هست و لغت بیگانه، دشمن، معاندان، همه اینها کاملا رویه کلید واژه هایی هستش که این 45 ساله استفاده کرده، در حالی که سراسر خطا کرده، سراسر خطا کرده. ممکنه بپرسین نه، ولی 45 سال عمر کرده، درسته، ولی به شیوه های خبیث و جنایتکارانه. در بلند مدت مهمه که آدم ها خودشون رو پیروز بدونن یا چند سباهی بر سریر قدرت باشن. ببینید، حجاب اجباری اتفاقا برعکس، نه شرعی است و نه قانونی، به این سبب که اگر شرع رو بخوان بگن، خب خود شرع این همه فقیهان هستن که مخالفن، مفسران هستن، حتی درون دینی نگاه بکنیم، حتی مسلمان شیعه اثناعشری بخوام نگاه بکنیم، فقهای بسیاری مخالفت کردن و گفتن چنین نیست. از جمله کسی که به نیکی ازش یاد بکنیم این روزها در زندان هست، خانم صدیقه وسمقی، و بسیاری از مردان دیگه که فقیهن، مرجع تقلید هستن، مجتهد هستن، مفسر قرآن و متون داخل یوم مقدس هستن و یا اسلام شناس هستن، از بیرون، یعنی بروندینی هم نگاه بکنیم، به هیچ وجه شرعی قبول ندارن. اما چرا قانونی هم نیست؟ به این سبب که قانون تعریف داره. در جهان مدرن نمیتونه قانون علیه حقوق بنیادی بشر باشه، و این قانون که اجبار بکنه بر پوشش آن هم زنان و قلمروی تن زنان و حریم خصوصی زنان رو بیاد قلمروی تاخت و تاز قدرت و مسائل سیاسی خودش بکنه، بنابراین نه قانونی است و نه شرعی. بسیار متشکرم از شما با توضیحات بسیار، نکات خوبی که در توضیحاتتون فرمودید. خانم هرمینه هرداد، ضمن سلام خوش آمدگویی به شما، سوال بعدی مخاطب شما هستید. در فراز و نشیب جنبش های اعتراضی و مدنی مردم ایران و به ویژه زنان، در ذهنیت جامعه به نظر میاد که رفته رفته در طول این روند جنبش ها ترس از ذهنیت جامعه واقعا رفته کنار در برابر سرکوبگری و دناعت و خشونتی که رژیم جمهوری اسلامی داره. آیا این ترس فرو رفته یا فرو ریخته جامعه و زنان از سرکوب چه پیامدهایی رو برای سرکوبگران داره؟ و از طرفی چرا حکومت نمیتونه یا نمیخواد یا میترسه، واهمه داره از پذیرش اینکه در برابر تحمیل حجاب اجباری شکست خورده؟
خب پر واضحه که زنان و مردم ایران عرصه های عمومی رو فتح کردن و با فتح این عرصه های عمومی توی این مدت اصلا عقب نشینی نکردن، بلکه قدم های زیادی رو هم جلو اومدن، نوع مبارزشون رو مدام تغییر دادن و خب تونستن که خیلی خوب سر جای خودشون بایستن، عرصه های زیادتری رو فتح کنن، حتی سازمان یافته عمل کنن توی مقابله با نیروهای سرکوبگر یا توی کارهای دیگه‌ای که در مقابله انجام میشه. ولی میبینیم که جشنایی گرفته شده، جشنای نوروزی در گوشه و کنار ایران و جشنای 13 نوروز، در این حال الان شاهد جشنای فارغ التحصیلی دانشجویان هستیم که دانشگاه به دانشگاه داره این اتفاق میفته و این عرصه های عمومی توسط مردم و توسط زنان به خوبی و زیبایی فتح میشه مدام و حکومت و سرکوبگرانش هیچ کار خاصی نمیتونن در این زمینه انجام بدن و خب حکومت هم همیشه سعی میکنه که در وادیه حجاب و در مسائلی که به حقوق ابتدایی مردم مربوط میشه، مسئله شادمانی، مسئله جشنهای فرهنگی و سنتی و ملی در تقابل باشه و در این حال از این به عنوان یک سوپاب اطمینان استفاده بکنه، یعنی نگهش داره برای زمانی که انتخاباتی در پیش داره، خواسته ای از مردم داره، راهپیمایی در پیش داره، بعد اون موقع یک کمی سر ماجرا رو شل بکنه و با مردم به این صورت بازی بکنه. اما مردم دیگه تو این بازی قرار نمیگیره، یعنی در زمانهایی که حکومت نیاز داره که از اون ابزار استفاده بکنه، مردم اون ابزار دست حکومت نمیدن و در این حال دارن کار خودشون رو میکنن و عرصه های عمومی رو فتح میکنن و خب این نیروهای سرکوبگر هم کاری نمیتونن بکنن و علی خامنه ای هم مدام داره به لطائف الحیل توی سخنرانی های متفاوت و متعددش به دلایل مختلف، مثلا عید فطر یا سخنرانی های دیگه، این موضوع رو پیش میکشه، مثل تظاهر حالا به روزه یا مسئله حجاب که همه باید استفاده اجرا بکنن این دستورات و منویات و اون افرادی هم که اونجا هستن با شعاراشون تایید میکنن این وضعیت رو. ولی در نهایت وقتی ما به عرصه عمومی جامعه نگاه میکنیم میبینیم که عرصه عمومی جامعه همچنان دست مردمه و همچنان به خوبی دارن پیش میرن. نکات بسیار خوبی مشاره کردید، ضمن اینکه در تایید آنچه که شما گفتید، ما توی رأی‌گیری چند ماه گذشته شاهد این بودیم که کمترین میزان مشارکت که بین 5-8% اعلام شد و یکی از جدیدترینش که یکی از مقامات خودش اعتراف کرد که در نماز جمعه این هفته که آقای صدیقی درش امام جمعه بوده، کمتر از 200 نفر یعنی 148 نفر گویا شرکت کردند، که خب واقعا این قابل تفکره. بسیار ممنون، متشکرم از شما. خانم بهار زمانی، ضمن خوش آمدگویی، دلیل اینکه در این برهه زمانی که اسرائیل چند تن از سران سپاه رو زده، خب دیشب هم که با اون شرایط و وضعیتی که مشاهده کردیم همه در جریانش کما بیش هستیم، در خارج از مرزها دچار بحران خودش در واقع ماجراجویی میکنه، بحران ایجاد میکنه و در داخل هم که برای مردم خودش و به ویژه زنان خط و نشان میکشه، اونا رو تهدید میکنه و به حال با مقاومت بسیار قابل ستایش مردمی روبروست، به نظر میرسه بیش از هر زمانی در بحرانهای متعدد فرو رفته. شرایط جمهوری اسلامی رو در حال حاضر شما چگونه بررسی میکنید؟ چگونه است که با این همه بحرانهایی که در داخل و خارج از مرزهاش داره، گویا داره انتقام سخت رو از زنان میگیره؟ همینطوره. منم درود میگم به شما و مهمانانتون و همه کسانی که این برنامه رو میبینن. راجب جمهوری اسلامی و جنگ، من البته اگر که در واقع بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی یک نظام سیاسی ملی به مفهوم کشور دولت نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یعنی قانون اساسی این حکومت رژیم حقوقی منطقه‌ای رو براش تعریف کرده. بنابراین تمایل جمهوری اسلامی به جنگ اتفاقاً برای پاسخگویی به عدم مشروعیت و بحران‌ها برمیگرده به ماهیتش. من راستش علی‌رغم همه مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره و ما ازش مطلع هستیم،
فکر میکنم که اتفاقا جنگ برای جمهوری اسلامی یک راه فرار هست و خودش ایجاد میکنه جنگ رو. به کانال سوئز برگردیم، به مسئله در واقع منافعمون در قفقاز برگردیم، به مسئله حماس برگردیم، به عنوان سابقه خبر میتونیم پیش دستی جمهوری اسلامی، پیش قدمی جمهوری اسلامی برای اینکه اصلا این جنگ ها رو به وجود بیاره و در واقع نیابتی نگه داره تا زمانی که احتیاج داره به خاک ایران بکشونه، میتونیم متوجه بشیم که تمایلش به جنگ برای پاسخگویی به بحران مشروعیت یک تمایل ذاتی هست. اتفاقا امنیتی کردن موضوعات میتونه بحران در واقع مشروعیت رو براش، ناکارآمدی اقتصادی رو میتونه پوشش بده، علل خصوص که الان در واقع جانشینیه یا حالا تاجگذاری آقا مجتبی هم در جریانه، بنابراین میتونه با امنیتی کردن مسئله جنگ منطقه‌ای این جانشینی رو هم و حتی نظامی کردن رو هم پوشش بده. این در مورد فاز فعلی جمهوری اسلامی و وضعیتی که حالا دیشب براش پیش اومده. از این جهت من میتونم بگم که وضعیت جمهوری اسلامی و جنگ وضعیتی هستش که ناگسستنیه. جمهوری اسلامی مثل در واقع حکومت پوتین، مثل امریکا، اینها سیاست خارجیشون تنش زا هست، تنش زدا نیستن. اما اینکه جمهوری اسلامی چطوری میخواد به بحران‌های داخلی سر و سامان بده، این سوال دیگر است که حالا اگر که وقت بود من بهش میپرم. خانم سربانی، شما اشاره کردید که البته موضوع بحث امروزی نیست ولی بی ربط هم نیست، اینکه به هر حال در ما میدونیم که جمهوری اسلامی در بحران و ماجراجویی اصلا حیاتش استمرار داره، اما توی جریان اخیر یعنی موشک پراکنیش به اسرائیل ما شاهد این بودیم که از نظر بین المللی به خاطر رفتارهای خاص اسرائیل که سرکوبگری کرده بود مردم در واقع فلسطین و غزه رو، ورقی تا حدی انعطاف داشت به نفع، یعنی میتونست اینجا تظاهر کنه که خیلی صلح طلبه، اما از دیشب به الان میبینیم که تمام اون کسانی که یه جورایی حاضر بودن مماشات کنن رفتن پشت اسرائیل قرار گرفتن و این اتفاقا صحنه بین‌المللی رو براش به سلام منفی کرد. حالا در صورت میگم چون موضوع این نیست، فقط خواستم به این اشاره کنم که گویا توی کیش و مات قرار گرفته، یعنی هم در جنگ زنده است هم در جنگ استمرار نداره، به حال شرایط خیلی خاص و ویژه است. ممنون از شما. خانم رحیمی، اخیراً برخی نهادهای امنیتی و حکومتی اعلام کردند که دور جدید اقدامات سرکوبگرانه شدیدی رو با توجه به آنچه که خامنه ای هفته گذشته هم دستور داده بود به نیروهای امنیتی و حکومتی پیش گرفتن و در اولویت اجرایشون قرار دادن. از روز گذشته هم که دیدیم که گشت های ارشاد گسیل داشته شدن به خیابان ها و زنان رو دوباره گرفتند و زدند و با خشونت شدید اونها رو با ونها بازداشت کردند. آیا فکر میکنید بازگرداندن حجاب اجباری به سبک و سیاق اوایل حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد امکان پذیره؟ امکان پذیر نیست به اون شکل که عین اون موقع بشه، به ویژه در ذهن و فکر افراد. اتفاقی که طی این جنبش زن زندگی آزادی به ویژه، البته که میتونیم بگیم قرنها، در گزارش اول برنامه هم داشتیم، قرنها مبارزه علیه حجاب اجباری، کلن حجاب به طور کلی و اجبار بر زنان، حقوق نابرابر بر زنان، ولایت بر زنان وجود داشته، اما خاصه این یک سال گذشته اتفاق مهمی که افتاده، حتی من میتونم بگم مهمتر از تغییر رژیم سیاسی، این تحولی است که در ذهن افراد حتی در سنتی ترین بخش ها و قشر های جامعه اتفاق افتاده، در ذهن مردان هم اتفاق افتاده، اینکه مردان هم کنار زنان رو ما میبینیم. بنابراین محال دیگه به اون موقع برگرده، حتی اگر مدت کوتاهی با بگیر و ببند و اعمال خشونت های فراوانی که دارن به شکل های متفاوت و
تخریب روح و روان مردم به شکل‌های گوناگون، از همین ارعاب‌ها، ترس‌ها، جنگ‌های خارج مرزها و انواع ناامنی‌هایی که ایجاد بکنن بر زن و مرد، خاصه بر مرد، خاصه بر زنان، این همه این کارا رو می‌کنه، اما به اون روز اول هیچ وقت برنمی‌گرده، نخواهد برگشت، چون که زمان در گذر محال، این دوران دیگه هیچ وقت به 200 سال پیش، دوران قاجار، پیش از اون، نمیدونم صفویان فلان، تام هیچ وقت برنمی‌گرده. یک آدم در یک رودخانه هیچ وقت نمیتونه دوباره شنا بکنه با اون اصطلاح معروفی که هست. اما اجازه بدیم من خیلی دلم میخواد که برگردم به این که این اصطلاح بسیار معروفی هستش که جمهوری اسلامی 45 سال بحران زا و بحران زی هست. عین نفس به این بحران آفرین های پی در پی یکی پس از دیگری نیاز داره، برای بقا نیاز داره. داخل گیومه به مصلحت نظامش هست که همینطوری هی آتش بازی بکنه، مثل اختاپوسی که انواع دست‌ها و بازوها رو داره، هر طرف به موازات هم هر طرف یک بحران می‌سازه، آمدن آلمان چه خارج از مرزها، انواع آتش‌بازی هایی که تا پیش از دیشب می دیدیم که با نیروهای نیابتیشون و انواع نفوذها و خرج‌های کلانی که می کنن، و چه از دیشب دیدیم که نه مستقیم و علنن هم شمشیر رو از رو بست علیه جامعه جهانی، علیه ناتو، علیه کل کشورهای دموکراتیک. البته من فقط در یک نکته با مهمان قبلی تو موافق نیستم، اینکه جمهوری اسلامی چگونه یه دفعه ایالات متحده آمریکا کنار قرار بگیره قابل قیاس باشه که امریکا بحرانزا باشه، به هیچ وجه این رو قبول ندارم. انواع دلایل متفاوتی هست، اما همطور که شما گفتین موضوع برنامه اون این نیست. اجازه بده من این نکته خیلی برام مهمه که بگم. ببینید، پدر یا ولی داخل گیومه حواسمون باشه، ولی همون ولایت فقیهه. حتی در لغت وقتی میگن اولیاء بچه ها، اتفاقا منظورشون همون ولی دم، ولی پدر هست، یعنی کاملا مردانه هست قضیه. خب این ولی در پیشا مدرن، پدر فقط آمر بود، بالا بود، و فرزندان داخل گیومه، فرزندان یا رعیت یا امت اسلامی تحت فرمان او هستند، هیچ حقی ندارن، همه باید احترام اون رو رعایت بکنن، حرفشو گوش بکنن، تبعیت بکنن و و و و ملتزم به ولایت مطلق فقیه، عین اصطلاح قانونیشون هست. پدر در اما دوران مدرن مسئول هست، مسئول حفاظت، مسئول امنیت، مسئول تأمین همه جور، تأمین آرامش، آسایش و تمام چیزهایی که یک کشور، یک دولت، یک حاکمیت مسئول همه این شهروندانش هست. اما در جمهوری اسلامی درست وارو نمیبینیم. اجازه بدین خواهش میکنم، چون موضوع مهم دیشب این اتفاق افتاده، یک چیز مقایسه خیلی خیلی کوتاه بکنیم. گنبد آهنین اسرائیل خیلی معروف هست که در سه لایه قوی ترین محافظت ها رو داره، نمونش رو دیشب دیدیم. علی‌رغم 45 سال مرگ بر اسرائیل رو راه قدس از کربلا میگذرد و میخوایم اونجا رو فتح کنیم، دیشب این همه پهپاد به خود بیت المقدس اتفاقا جمهوری اسلامی فرستاد. اینا نکته های خیلی ظریف مهمیه. اما بیایم ببینیم که گنبد آهنینی که واسه خامنه ای گفته میشه، معروف هست که اون هم گنبد آهنین داره، چی هست. اون رفته درست وسط مردم، مرکزی ترین قسمت خیابون پاسدار تهران، نشسته دورش تمام مردمن. این یعنی همه ایرانی ها، همه مردم، تا اینکه 45 سال میبینیم تمام منابع، جان و مال مردم قربان من، که من پدر ولی شما هستم و شما همه صغیر هستید، شما عقلتون نمیرسه، من مصلحت شما رو بهتر از خودتون میدونم، بنابراین مصلحت نظام یا همون چیزایی که تمام این 45 سال گفته شده و من دلم نمیخواد حتی لغاتشون رو تکرار کنم. متشکرم. خواهش میکنم. من فقط اشاره کردید به گنبد آهنین، با توجه به اینکه کارشناسا تا این لحظه برآوردگی کردن 99% از 300 خورده ای موشک و پهپادی که زده شده توی مسیر، چون اینا توی مسیر رفته، مثلا 9 ساعت چه میدونم 6 ساعت اینا طول کشیده، گویا با سرعت 150 تا 200 کیلومتر در ساعت بوده و یه سریشو در اردن و کشورهای دیگه زدن اینو،
و راهیابی کردن رو زدن، یه مقداریش هم که رسیده گویا توی بیابونا افتاده، یه سریش هم که خب همین گنبد آهنین، یعنی سه تا گویا سیستم وجود داره در اسرائیل، یکیش گنبد آهنینه، یکیش فلاخون داووده، یکیش پیکان احتمالاً شماره سه هست که هیچ نوع تلفات جانی خوشبختانه گزارش نشده و همین نشون میده که جمهوری اسلامی یک فضاحت سیاسی و نظامی رو در واقع به نمایش گذاشت. متشکرم از شما. خانم هرداد، با وجود مقاومت مدنی زنان و حمایتی که از سوی مردم به طور قابل ملاحظه از مبارزه اونها در برابر حجاب اجباری مشاهده میشه، فکر میکنید تا چه حد طرح‌های مختلفی که مثل افاف و گشت ارشاد و گشت جندالله و غیر و زالک و اینکه به یه سری که حجابای آنچنانی باب حکومت رو رعایت میکنن ساندیس و غیره میدن و به اونایی که کمترین توجه رو دارن جریمه میشن، از حساب بانکیشون قرار پول برداشته بشه بدون اجازهشون، فکر میکنید تا چه حد این عملی باشه؟ خب خیلی خبرها بیرون میاد از جاهای مختلفی که منتسب به حکومت جمهوری اسلامی به عنوان قانون، ولی بعد یک کس دیگه میاد و اونو نقضش میکنه. میبینیم که این طرح هنوز طرحه ولی از اجراش خبر میدن و از مجازاتی که درونشه، یعنی حتی قانون نشده، چون باید یه چیزی قانون بشه و بعد گفته بشه که حالا این قانون رو اگر رعایت نکردن مردم به چه صورت اتفاق میفته، مجازاتش چیه و در صورت رعایت نکردنش اتفاقاتی میفته. خب از اونجا که حکومت جمهوری اسلامی دانسته یا نادانسته به شدت به هم ریخته سیستمش، دانسته به این دلیل میگم که شاید اینها فکر میکنن که اگر یک سیستم به هم ریخته ای رو که منطقی توش نباشه به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، چه داخل ایران چه خارج از ایران، کسی سر در نمیاره از اینکه اینا چه کار دارن میکنن. از طرف دیگه هم ممکنه که انقدر این سیستم واقعا در هم ریخته و مثل کلاف سردرگمه که هر کسی برای خودش میاد و صحبتی میکنه. به هر حال همین کلاف سردرگم، این تصویر بیرونی که ما داریم میبینیم، هر آنچه که در پشتش هست نشون دهنده اینه که نه تصمیم درستی وجود داره، نه سیستم درستی وجود داره، نه قانونگذاری درستی وجود داره و نه بعد از اون مجازات درستی در قبال قانون شکنی وجود داره. خب یه همچین چیزی مشروعیتی پیدا نمیکنه و چون مشروعیتی پیدا نمیکنه خودش رو نقض میکنه. وقتی خودش رو نقض میکنه در نتیجه مردم جامعهمون رو رعایت نمیکنن و براش اصلا اهمیتی قائل نیستن. این هم که مدام دارن سعی میکنن که برای مردم شرایطی رو فراهم بکنن که مردم در حلقه تنگتری خودشون رو احساس بکنن و نتونن به مسائل مهمتر و بزرگتر بپردازن یا حتی نتونن متشکل بشن، به دلیلی که یکی از ترسهای بزرگ جمهوری اسلامی از متشکل شدن مردمه. همون تو مسئله پارک قیطریه ما دیدیم که وقتی مردم متشکل شدن به هر حال اونجا برنامه درست کردن مسجد دچار اختلال شد. به همین دلیل حکومت سعی میکنه که بخواد از این مسئله مثل یک اهرم استفاده بکنه، مثل صحنه زورآزمایی استفاده بکنه، اما خب متاسفانه توی این خوشبختانه البته و متاسفانه برای حکومت توی این زورآزمایی هیچ وقت برنده نیست، ولی در این که مردم رو مشغول بکنه این کارو میتونه بکنه و خب اتفاق هم میفته، متاسفانه ممکن که آسیب هایی هم مردم ببینن. بله، اشاره خانم رحیمی کردن که گویا نظام خودشون رو در واقع ولی و پدر مردم میدونن، در حالی که واقعیت این هستش که حکومت مسئولیته و نه قدرت و موقعیت. متشکرم از شما. خانم بهاره زمانی، نماینده خامنه ای در قم گفته اگر در برابر حجاب اجباری منفعلانه رفتار کنیم، طرح کلان براندازی نظام خیلی جدی مطرح خواهد شد و به صورت یعنی میره روی در واقع همه کاور میکنه، یعنی برتری پیدا میکنه قدرت مقاومت مردم. به نظر میاد جمهوری اسلامی با یک موقعیت کیشومات روبروست در برابر مقاومت مردم و زنان به ویژه. شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ حتما
من راستش که کمی با این مسئله که ما کلمات رو بدون دقت تعریف خیلی کلیگویانه استفاده بکنیم مسئله دارم. دلم میخواد که به اون بحث قبلی هم یه گریزی بزنم اگر اجازه داشته باشه. ببینید وقتی ما صحبت از امریکا میکنیم و سیاست خارجی امریکا، نظر کسی مثل آقای جان مرشایمر، ایشون در انستیتوی واشنگتنه و منافع امریکا در خاورمیانه رو بررسی میکنه، استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللی امریکا رو بررسی میکنه. ایشون معتقده که امریکا رئالیسم تهاجمی داره، یعنی زمانی که از دوران جنگ سرد به این ور که ما مسئله استعمار رو خیلی جدی یا در میانش هستیم یا داریم پشت سر میذاریم که میریم به دوران پسا استعمار، یعنی چی؟ یعنی همچنان ترکش های استعمار، نهادهایی که استعمار ایجاد کرده در بستر فرهنگی کشورها داره خودش رو نشون میده. ایشون معتقد هست که دموکراسی و لیبرالیزم استراتژی تهاجمی امریکا برای آمدن و توجیه آمدنش در خاورمیانه هست. به صدامیزه شدن عراق نگاه میکنیم، افغانستان رو نگاه میکنیم. بنابراین از نظر اونهایی که استراتژی در واقع امریکا رو نگاه میکنن، امریکا خودش یک نظام ایدئولوژیک هست. ما در این دوگانه هایی که الزاماً غرب خوبه و شرق بده نمیتونیم بیفتیم. اینها در تعریف و در حقوق بین الملل و در روابط بین الملل کارایی ندارن. شاید از نظر ژورنالیستی کارایی داشته باشن، تهییج احساس و هیجان بکنن، اما از نظر من خانم زمانی من متوجه هستم که به هر حال دو تا دیدگاه مختلف بین شما و دیدگاه خانم رحیمی وجود داره و به اصطلاح موضوع در واقع بحث امروز هم اون استراتژی بودن و اینکه به اصطلاح اون تاکتیک و استراتژی های دولت آمریکا نیست متاسفانه. میتونیم البته در یه جلسه دیگه به این بپردازیم چون وقت محدوده. با کمال احترام اگر که بپردازیم به خود پاسخ سوال ممنون میشم ازتون. نه چون در واقع بهش پرداختن من هم گفتم. بله بله متوجه شدم، ولی به حال ببینید اتفاقا اون سوالی هم که راجع ایران و اسرائیل بود، خب اینا خیلی لایه‌های حقوقی داره. اصلا اسرائیل یک دولت دو فکتو هست. نه. یک دولت دو فکتو در برابر دولت دوژور، یعنی از مباحث ژورنالیستی بگذریم، اصلا اجازه نداره کنسولگری بزنه. حالا اینا رو همه رو بذاریم کنار به اون مبحثی که امروز ما داریم. بس من یه پرانتزم باز میکنم. بله من معتقد هستم که به هر حال هر یک کنسولگری رو که میشه زمین و خاک اون کشور در یک کشور دیگر رو نباید زد، اما یک مقر دیپلماتیک رو که میزنن و چندین در واقع سران نظامی یک نیروی نظامی به عنوان سپاه پاسداران که تروریستی هم شناخته شده، دیگه اونا دیپلمات نیستن. حالا وارد این بحث نشیم، میتونیم در یه برنامه های دیگه بهش بپردازیم. حتما حتما بفرم. چون خیلی لایه لایه هست و واقعا هم نیاز واکاوی داره، به هر حال باید دقت در واقع تعریف حفظ بشه. اما متوجه راجب نماینده قم، مسئله ای که در واقع حکومت ولایت فقیه باهاش روبرو هست، ما ولی فقیه رو یک نظام پدر سالار مرد سالار میگیریم، مخصوص به جمهوری اسلامی هم نیست. تاریخ معاصر ما درگیر و مبتلا به این بیماری هست. حکومت آینده هم طبیعتاً این بیماری رو خواهد داشت. همین الان کلمه حقوق زنان فمینیست از نظر بعضی ها مثلا فحش هست، یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی میگه فمینیسم یعنی صهیونیسم، از نظر گروه اپوزیشن هم فمینیسم یعنی فرض بفرمایید گلوبالیسم. مسئله ای که این نماینده در واقع ولی فقیه اعلام کرده مسئله مهمیه، برای اینکه کلمه حجاب اجباری شاید مفهوم کوچیکی باشه. برخلاف چیزی که ممکنه ما فکر بکنیم که اسلام در شریعتش حجاب رو نداره، منابع قانونگذاری برای مدعی العموم اسلامی هم کتاب، هم سنت، هم سیره، هم حدیثه. از پیغمبر اسلام روایتی هست که زن عورت است. از دختر پیغمبر اسلام روایتی هست که زن عورت است و جای عورت در قعر خانه است.
بنابراین زمانی که با مسئله حجاب اجباری طرف میشیم و میگیم که مثلا در اسلام حجاب وجود ندارد، انگار که ما بخوایم اسلام رو سفیدشویی بکنیم. نه، اتفاقا در اسلام حجاب وجود دارد. حتی قانونگذار اگر نخواد به این منبع هم دست بزنه، میتونه به اون طبقه‌ای که تهییج میشه افکارش رجوع بکنه و بگه به خاطر اینکه افکار اینها. بنابراین نه، واقعا در ذات قانونگذار اسلامی از هر خانشی مسئله زنان، عاملیت زن، یعنی دیگه ما از این گفتمان خارج بشیم که درباره زن صحبت بکنیم، درباره ال جی بی تی، خودشون درباره خودشون قانونگذاری بکنن. ببینید، ما این مسئله رو میگم مبتلا به دوران مدرنمون هست، همونطور که در گزارشتون نشون دادین، در واقع مشروطه دوم پس از فتح تهران زنان با پوشیه و تفنگ در مجلس نشستن ولی باز حذفشون کردن. خانم قرة‌العین ملی‌گرایی جوری تعریف شد که ایشون تبدیل شد به یک عنصر ضد ملی. رضا شاه باید مدرن بشیم، حالا زنها دیگه روسری بردارن، همه مدرن بشن. این مسئله که عاملیت زن، آزادی مدنی، آزادی تفکر، اصلا آزادی دیگری به رسمیت شناخته بشه خیلی بزرگه. دایم. طبیعیه که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای احساس ضعف میکنه و این نشون میده عاملیت ما زنان و LGBT با چیزی بسیار بزرگتر و بسیار تاریخیه. ما حتی در اپوزیشن الان مثلا گروهی رو نداریم که فرض بفرمایین جمع جمهوری خواهان LGBT جرأت نمیکنن. پس این مسئله به ما نشون میده که این گفتمان پدر سالار، مرد سالار در تار و پود ماست، طبقاتی، هر طبقه یک دوره ازش خارج میشه ولی پذیرش نداره که بله. قادر اون طبقه اگر دیگری هست امروز زیست پیدا بکنه. بله، متشکرم از شما. خانم رحیمی، علی خامنه‌ای مخالفان حجاب اجباری رو استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان خونده. این در حالیه که در دو هفته گذشته خانم صدیقه وسمقی که خودش مجتهده، یه زن مجتهده، اجتهاد داره، دکترای فقه اسلامی داره، یعنی آشناس و دانش و تسلط داره به اون حوزه. البته توضیح بر این نیستش که بگیم ما تایید کنیم اساسا فقه اسلامی رو یا نگاه ایشون رو، یک نگاهی است که حال در میان فقیهان که وجود داره. به علت مخالفت ایشون با حجاب اجباری الان در زندان بازداشت شده و در زندان هستش. مخالفت او به عنوان یک فقیه و مجتهد زن علیه حکومت فقیهان رو شما چگونه ارزیابی میکنین و اینکه به طور خاص حجاب رو از سرش برداشته، ضمن اینکه مثلا تمرد نکرده از اسلام، میگه من مسلمانم و اینجوری هم، ولی در اسلام بحث حجاب نه شرعی است نه وجوب یا توجیه قانونی و شرعی داره. اعلام کرده که حجاب در اسلام وجوب شرعی و قانونی نداره. شما اینو چطوری میبینید؟ چطور تحلیل میکنید؟ حتما من به این نکته برمیگردم، به خصوص که این جمله عیناً جمله خانم وسمقی هست که در مصاحبه که با ایشون داشتم و چند روز بعد متاسفانه بازداشت شدن و زندان شدن، یک مصاحبه بلند یک ساعت خورده‌ای هستش، دقیقا این جمله رو میگه که دین امری بشری است. یعنی خود خانم وسمقی هم این مسیر تحولات فکریش رو که میگه به اینجا میرسه. بنابراین اینکه هنوز خودش رو مسلمان مؤمن با فقاهتش شیعه فلان اینا تعریف بکنه، من به گمانم به گونه دیگه ای تعریف میکنه. من یکی از سوالایی که ازش کردم گفتم شما رو جزو دگراندیشان یا نااندیشان دینی تعریف میکنن یا میخونن، شما خودت رو چجوری؟ گفت هر کسی رو با کارنامش و نه فقط یک برگه از کتاب زندگیش، با کل کارنامش بشناسیم. ببینید، اهمیت خانم وسمقی بسی بیش از این هاست و من به چند نکتهش اشاره میکنم، ولی چون دلم بخواد با خانم وسمقی صحبتم رو تمام بکنم، اجازه بدید من لازم ضروری احساس مسئولیت میکنم که اگر موضوع امریکا اصلا به میون نیامده بود من بهش نمیپرداختم، ولی به عنوان یک شهروند ایرانی امریکایی مسئولم که دفاع بکنم از حق و
اتفاقا با افتخار به عنوان یک ژورنالیست همکار شما هستم. با توجه به اینکه عذر میخوام حرفتون رو قطع کنم، با توجه به اینکه از خانم زمانی هم خواستم که این بحث رو اینجا دیگه اصلا تمامش کنیم، مفصل اول ایشون پرداخت و مفصل بهش پرداخت. فقط یک لغت بلل تا مهمه، ایدئولوژی یعنی این است و جز این نیست. آنچه که در روسیه میبینیم، در شوروی میبینیم، در جمهوری اسلامی میبینیم، اما امریکا دموکراسیه. یک فقط تحلیل نمیتونیم داشته باشیم، هزاران تحلیل وجود داره. یک منبع کافی نیستش که بگیم پس امریکا اینه. اگر اشتباه کرد یه دولتی، دولت بعدی هست، پارلمان هست. دموکراسی اصلا مگه شوخیه؟ بعد جمهوری اسلامی یادش رفته که از ابتدای حکومتش به چند کنسولگری، چند سفارت، چند جا حمله کرده. بعد حالا یکی از ساختمون‌هاش بعد از 45 سال هشدار کتک خورده، سیلی خورده، حالا تازه یاد آداب جهانی و عرف بین‌المللی و اینها افتاده. بگذاریم، برگردیم به خانم محترمی به نام سریقه وسمعی، دکترای فقه داره همونطور که گفتید. و ببینید اهمیت خانم وسمعی و اینکه انقدر جمهوری اسلامی ازش ترسیده و در نهایت بازداشتش کرد. البته ایشون با چند بار پیش از این هم محکومیت زندان داشته و اتفاقا من ازش پرسیدم که شما محکوم شدین اما خوشبختانه بیرون هستید، گفتیش که نیومدن تا حالا سراغم. محکومیت تعزیری پرسیدم آیا تعلیقی بوده، گفت نه تعزیری بوده، اما چون دادگاه رو به رسمیت نشناختم و اصلا نرفتم فعلا نیومدن. و اتفاقا متاسفم که چند روز بعدش، شاید هم صدای ما رو شنیدن، چند روز بعدش رفتن سراغش و زندانیش کردن. اهمیتش به اینه که واقعا از درون دین آمد گفتش که این کاری که میکنید نه شرعیه، نه انسانیه، نه بین المللیه، نه بشریه، نه قانونیه. دونه دونه، چون حقوقدان هم هست دیگه، دونه دونه اینا رو واشکافت. و ممکنه بگیم که خیلی از فقهای مرد، مجتهدان مرد هم همین کار رو قبلا کرده بودن و میگفتن و قرن هاست دیگه، میدونین که بین علما همیشه اختلاف بوده و اصلا در خود متن دیگه آنچه که نهایتا میرن سراغش قرآن هم چنین چیزی نیستش، اجبارش به خصوص اجبارش چنین چیزی نیستش. حالا ممکنه توصیه شده باشه یا فلان، اما خانم وسمعی به این سبب مهمه که خودش یک خانومی که نسبتاً میان سال، حالا یا بگیم بزرگ سال، دلم نمیخواد بگم مسن، آمد و برداشت خودش، خودش عملاً این کار کرد. اون آقایون فقیه که میگفتن نه حالا اجباری نیستش و اینها، خودشون زن نبودن در اون موقعیت قرار داشته باشن و بیان عملاً این کار رو نشون بدن. این عملاً خودش که برداشت. و این خانم رو دیگه نمیتونم بگم به خاطر که لخ بشی این کار کردی، به خاطر که فردا میخوای نمیدونم چه جوری بیای تو بیرون، یا مثلا نسل زد هسته یا فلان، اینا هیچ چیز دیگه، هیچ وصله به خانم، حالا وصله لزومن اونا چیزی بدی نیست، ولی هیچ چیزی نمیتونن بهش بزنن. میبینن یکی اومده از درون اینها رو به قول معروف پنبه هاشون رو رشته کرده. به این سبب هست که انقدر اهمیت داره. و اینم خب البته همونطور که شما گفتین، خانم قرة العین یا دیگران هم از اسلام بی اطلاع نبودن، اونها هم کاملا اسلام شناس بودن، کسانی که این مسیر رو طی کردن و با شهامت و شجاعت، ای بسا اونهایی که توی اون دور زمان برمی داشتن، واقعا اغلبشون مرتد و کافر و سب و نبی و امیر از این چیزا رو می گرفتن که جانشون در خطر بوده، حتی در خانواده خودشون جانشون در خطر بوده. واقعا درود بر شهامت و شرافت تک تک این پیشگامانمون. بله، متشکرم. ضمن اینکه اشاره کردید به یکی از صحبت‌های خانم وسمعی که قابل توجه است که اعلام کرد که خدا هیچ پیامبری رو نفرستاد، یعنی اصلا دین رو رد کرد. بسیار متشکرم. خانم هرداد، نافرمانی مدنی صدیقه وسمعی و مقابله با حجاب اجباری از سمت کسانی مثل او، حالا ایشون یک مجتهد زنن، انتظار به حال میرفت و میرود که بخشی از روحانیون بیان اعلام بکنن که خب این واقعا میکنن این کار رو، ولی نه به این شکل علنی و به شکلی که خانم وسمعی کرده. ایشون الان از زندان و نوشتن اخیراً که با دین باید از سیاست جدا باشه و حکومت رو
باید ببینیم که این چیز کمی نیست، یعنی یه فرد عادی این کار نکرده، یک مجتهد، یک فقیه در میان فقیهان اومده اینو گفته. این بیانات، این موضع‌گیری خانم وسمقی حکومت ایران رو در چه موقعیتی قرار میده و حکومت جمهوری اسلامی رو تصحیح میکنه؟ خب حکومت جمهوری اسلامی رو در یه پاسخ کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم، در موقعیت ضعف و فروپاشی قرار میده با اون ایدئولوژی و هسته مرکزی که جمهوری اسلامی خودش رو بر پایه اون تعریف میکنه. یعنی یک اسلامی میچسبونه به جمهوری، یه صفت و موصوفی رو برای خودش درست میکنه که اون صفت و موصوف اصلا حتی امکان پذیر هم نیست. به همین دلیل خب کسی مثل خانم وسمقی که البته من دوست دارم اینجا راجع به این موضوع صحبت بکنم که ایشون اکنون یک دین پژوه هستند و دین پژوهی دلیل بر مسلمان بودن یا هر آن دینی که دارن پژوهش میکنن نیست. ممکنه که ایشون روزی مسلمانی بودن که بسیار هم معتقد بودن و رفتن در این پژوهش، ولی امروز وقتی ایشون رو میبینیم عکسای مختلف و متعددی در عرصه عمومی جامعه، در خیابون، در صفحات شخصی ایشون از خود ایشون منتشر میشه، متوجه میشیم که خب ایشون امروز فقط دین پژوهن و اطلاعات زیادی دارن در این زمینه و با نگاهی از بیرون دارن این پژوهششون رو انجام میدن یا علمشون رو به کار میگیرن و منطبق میکنن، میبینن که قوانینی که بر پایه اون چیزی که ایشون دارن پژوهش میکنن و سالها درش سابقه دارن انطباق میدن، میبینن که خب اون انطباق نیست. اما زمانی که خودشون رو میارن میذارن در معرض عرصه عمل کرد و عمل رو خودشون انجام میدن، خب ما کسان دیگر رو داریم که البته در درجه علمی ایشون نیستن اما با حکومت جمهوری اسلامی مخالفت کردن، اما همچنان حجاب اسلامی بر سر شده، کار اونها ارزشمند و محترمه. ولی کاری که خانم وسمقی میکنه بسیار بسیار قابل توجهه، بسیار ارزشمنده و من فکر میکنم که فصل جدیدی رو باز میکنه توی مبارزات افرادی که تاثیرگذار هستن، افرادی که از لحاظ علمی و دانش این مسئله رو دارن. داره یک کسی این کارو میکنه، همونطور که خانم رحیمی گفتن با چون این سن و سالی که ایشون دارن از همه ابعاد میبینیم که یه تابو شکنی خیلی مهم و بزرگیه که ایشون انجام دادن، که من فکر میکنم که اون وقت حکومت اسلامی در مقابل چیزی قرار میگیره که هیچ جوری نمیتونه هیچ توجیهی براش بیاره و همین مسئله باعث میشه که دچار خلأ و بحران شدید مشروعیت بشه. دو تا نکته هستش که من خیلی کوتاه سعی میکنم که راجبشون صحبت کنم، خیلی کوتاه. یکی این که مسئله کنسولگری که بخواد خاک یک مملکتی باشه کمی توی مبانی حقوقی بین المللی متفاوته. کنسولگری وضعیتش این به این صورتی که اون کشوری که درش قرار داره باید از اونجا دفاع بکنه، با سفارتخانه وضعیتش فرق میکنه. اما افرادی که به صورت دیپلماتیک در اون حضور دارن مسئولیت سیاسی دارن و باز اون حکومته که در اونجا مستقره باید سلامت اینها رو تضمین بکنه. حکومت بشار اسد در حقیقت مسئول اصلی اون ساختمان و تأمین امنیت اون ساختمان و افرادی که در اون ساختمان بودن و خب البته که الان ما میدونیم که نظامیانی در اونجا بودن که همونجور که شما فرمودین تروریست شناخته شدن. این چیزی بودش که من فکر کردم نکته یه که باید حتما بهش بپردازیم. دقیقاً. خیلی خوبه که در برنامه دیگری بتونیم به این مسئله بپردازیم. شورا از یک اهمیت خیلی خاص برخوردار، سالهای زیادی است که ثروت مردم ایران رو بعد در جیب بشار اسد می‌ریزن و بحران آفرینی میکنن و امروز میبینیم که موضع‌گیری سوریه خیلی منفعلانه هستش. در هر صورت این نتایج خیلی مسلم این دوگانگی. خانم بهار زمانی، صدیقه وسمقی در نامه‌ای به خامنه‌ای او رو مسئول تمام پیامدهای تحمیل حجاب اجباری دونسته و نوشته جمهوری اسلامی رو به دلیل تلاش من می‌خوام از روی عین نوشته خود ایشون بخونم، به دلیل تلاش بی‌وقفه برای مقابله با حرکت حق طلبانه زنان محکوم خواهد ساخت. در و
و در این حال تلاش جمهوری اسلامی در قانونی خواندن حجاب رو بی‌پایه دونسته، اون هم از منظر فقه، خود فقه و اجتهاد که خب از اهمیت خاصی برخورداره و با تسلط دانشی که در واقع به فقه تاره، پیشترها هم یعنی مدت بسیاری است، شاید یک چند سال است که انتقادات بسیار اساسی میکنه، علی خامنه‌ای رو دیکتاتور خونده و نظام جمهوری اسلامی رو سرکوبگر. تحلیل شما از واکنش دین داران مدارگرا چیه؟ اگر خیلی کوتاه، چون برنامه به پایان تاره میرسه. مرسی. فقط این نکته رو عرض بکنم که اهمیت خانم وسمقی چنانچه که ما به عنوان فقیه ایشون رو در نظر بگیریم بیشتر میشه، یعنی چون تیتری هم که با ایشون اومد این بود که فقها علیه فقها، یعنی اگر که ما ایشون رو فقیه زن بگیریم، این دیالوگیست بین یک در واقع فقیه زن، در همون روایتی که عرض کردم زن عورت هست، حالا زن داره تبدیل میشه، حتی در واقع روایت پیغمبر این دین رو داره کنار میذاره، بدن زنانه به جای بدن مردانه، یعنی ما میدونیم معرفت شناسی پدر سالاری مرد سالاری، بدن مرد رو اصلاً حاوی اصولی میدونه، حاوی لاجیکی میدونه که دسترسی به عقلانیت داره. حالا فرض بفرمایید این بدن زنانه آمده و اتفاقا در برابر ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه قرار گرفته. مبارزه‌ای که خانم وسمقی داره میکنه به لحاظ تاریخی برای ما اهمیت داره، درسته که در این بره ایشون پیش قدم شدن، ولی به لحاظ تاریخی برای ما خیلی اهمیت داره. ما رو از این دوگانه دینگرایی و دین ستیزی میاره بیرون. اتفاقا یکی از چالش های جامعه امروز ما اینه که اگر کسی میخواد سکولار باشه پس احتمالا باید از دین خارج شده باشه به طور کامل یا دین ستیز باشه. کسانی مثل خانم وسمقی، مثل آقای مهدی خلجی، اینا اهمیتشون در این هست. خانم زمانی عذر میخوام حرف شما رو قطع میکنم، یه بحثی با شما داشتم که به نظرم خیلی جالب اینجا مطرح بشه و اون این هستش که شما گفتی چون خودش یک مجتهده و وقتی یک مجتهد زن میاد مخالفت میکنه، یک فیلسوفی رو هم نام برده اگه اشتباه نکنم پولی مولر هست که گفتید اصلا خود این یک انشقاقی در دین یا این حکومت‌های این چنینی ایجاد میکنه، اگر اشاره کنید ممنون شد. دقیقاً به شدت ساختار شکنه. ما از انقلاب زن زندگی آزادی واقعا مسئله عاملیت رو زن دور داشتیم، ولی اینطور به نظر می اومد که پس یعنی هر زنی که میخواد مصلح باشه باید از دین خروج بکنه، ولی ایشون در واقع، و میگم ایشون، حافظ، کسانی که امثال این گفتمان رو دنبال میکنن، ساختار شکنی بسیار بنیادینی در دین میکنن و کمک بزرگی که به جامعه میکنن. ببینید یه جامعه سالم با خشم کور نمیتونه به جایی برسه، باید خشمش رو تبدیل به حکمت بکنه. سیستم هایی میتونن پایدار بمونن که در وضعیت مدنی افراد وارد بشن و برای خروج تکفیر نشن، براعت نجوین. خانم وسمقی از جمله معدود زنان جرأتمندی هست که در واقع خودش رو در معرض این مبارزه گذاشته به عنوان در واقع سمبولی از اتفاقا به نفع ماست که ایشون رو به عنوان یک مجتهد زن نگاه بکنیم، بلا گفتگویی اون وقت با ولی فقیه نداره. ایشون در برابر نظام مطلقه فقهی که ادعای رهبری دنیای شیعه رو داره به عنوان در واقع تک زن دنیای معاصر شیعه، ما در جهان شیعه نداریم کسی که این جرأت رو بکنه، ایستاده و میگه که این بدن زنانه، در واقع تشخیص میده که ما روایت و خوانش هایی رو از اسلام حتی میدیم که اگر شما به کتاب وفادار نمونی هنوز مسلمانی، یعنی اگر ما قبول بکنیم که حتما کسی که مسلمانه باید کتاب گرا باشه، باید سیره گرا باشه، خب این یه خوانش خیلی کلاسیکه. ولی اگر گفتمان ایشون رو بپذیریم که باور دینی باوریست که بیرون از کتاب هم محقق میشه و احتمالا خدای ادیان ابراهیمی خدای فرض بفرمای نسل ابراهیم نیست، این گفتمان تنش جامعه ما رو، این نظر من هست، نقد بهش ممکنه وارد باشه، حتما هم هست، این جنبه رو من دارم اینطور میبینم، این تنش بین جامعه ما
که اگر میخوایم سکولار بشیم حتما باید با تمامیت دین خداحافظی بکنیم، این خیلی تنش‌زا هست. همین الان گروهی هستن که میگن عرف ما اسلامه و ما میدونیم در حقوق اساسی عرف ملاکه، ولی ایشون داره این عرف رو واکاوی میکنه. خیلی عذر میخوام چون برنامه به پایان رسیده، ظرفیت یعنی ما دیگه حد اکثر 50 داریم، خیلی بالاتر رفتیم از استودیو، به من تذکر دادن. بسیار از شما و دیگر دوستان ممنونم، بحث های بسیار خوبی بالا گرفت که هر کدوم از اینا برنامه جداگانه رو میطلبه که من از همین الان دعوت میکنم از دوستان هر سه مهمان عزیز که تو برنامه های آینده تو همین مپس با هم این بحث رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان عزیز تشکر میکنم از خانم ماه‌منیر رحیمی، خانم هرمینه هوراد و خانم بهار زمانی. در اینجا به برنامه ما به پایان رسید. بینندگان عزیز از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر همگی شما خوش.